شهر لار متولد شدم در تاریخ 1314. اونجا بیشتر از سه کلاس مدرسه نداشت، یک و دو و سه دمو دیگه دانشگاهش بود کلاس سوم، که منو اول بردن مکتب خونه. این ظرفای نفت بود که یه طرف نوشته بود بنزین پارس بریتیش پترولیوم، یکی از این تیکا رو می بریدن و صاف سیغلیش می دادن، بعد یه کاغذ می چسبوندیم بالای اون لوح، بعد از رو اون باید کپی می کردیم. خیلی دوست داشتم این کارو، برای اینکه هر جا غلط بود فوراً با یه دستمال یا بعضی وقتا ببخشیم با می لیسیدیم اون چیزا رو، کلماتو می نوشتیم دیگه. از همون شروع شد که الفبه و نمی دونم تمام چیزا رو یاد بگیریم. جلب شدم به این خطوط چیز لاتین، یعنی اون موقع من نمیدونم همون بریتیش پترولیوم، بعضی چیزها دیده بودم برای خودم اونا رو می نوشتم، اصلا ربطی هم نداشت که جز فارسی چیز دیگه بنویسم. دوست نداشتم اصولا برم مدرسه، همش میخواستم مثل بچه های دیگه بازی کنیم و این حرفا، من رو به زور می بردن. بعد پدر من لار نبود، بندر عباس بود. ما اومدیم بندر عباس، بعد از بندر عباس یه مدت موندیم. بندر عباس شهری بود که یه خیابون بیشتر نداشت، اون خیابونی که الان هم حتما هست بغل بازاره، و برق رو برای اولین دفعه من دیدم. بعد حالا اونم نمیدونم که چی شد، پدرم گفت که باید بریم میناب. میناب هم نزدیک بندر عباس، تمام پر از باغ و میوه و یه خیلی برای بزرگ شدن واقعا خیلی جای خوبیه. پشت مدرسه یک نیزاری بود، من نمیدونم دیده بودم چه جوری که من خودم نی درست بکنم. اینا رو میبردیم با چاقو یا تیغ، بعد اون نیا رو با یه میله آهنی داغ وسطاش رو میشکافتیم، برای اینکه هر کنه بند، چند تا بند داره دیگه. من فکر میکردم اون چیزی که دیده بودم تقلید میکردم، اونجا رو سوراخ کردم، بعد روش رو با زغال اینقدر یه جایی میذاشتم، ولی نمیدونم درست بود یا غلط، که اونجا رو سوراخ کردم. بعد یاد گرفتم، اینم خودم رو نمیدونم چه جوری یاد گرفتم، که قمیش ساختم، که نیه کوچیک میگرفتم یه جوری با کاغذ یا مثلا پارچه فرو میکردم تو نیه بزرگه بدنه. بعد موه، یه تار مو هم میذاشتم اونجا که یه خود فاصله پیدا کنه و صدا در میوردم. بعد خونه رفتم دیدم یه پیت نفتی داریم، اون قیف رو بر میداشتم مثل چیزی که سرنا هست، اون برای شروع میکردم صدا در آوردن. دو کلاس اونجا من درس خوندم و خاطره زیادی ندارم جز این که خیلی میرفتم تو آب، اونجا رودخونه بود، میرفتم اونجا تا نزدیکای غروب. بازم تمام خانواده رفتیم سیرجان، عموی من اونجا حجره داشت، مرتب میرفتم پلو اونو، یعنی اون مثل که سرپرستی میکرد. پدرم برگشت به مینا و من و مادرم موندیم سیرجان. کلاس سوم من سیرجان رفتم، اونجا مثل که یه خیابون بیشتر نداشت،
از منزل می اومدیم تا بازار، آخر بازار که تموم شد مدرسه بود، بغل مدرسه هم یه مسجد بود. اون چیزی که مثلا بعد از نهار می رفتیم نماز بخونیم اونجا، چون که یه خورده خسته شده بودیم بازی می کردیم، بهترین موقع نماز هم موقع بود که سجود بود، اونجا یه خورده استراحت می کردیم، جر می زدیم تو نماز خونده. اینم سیر جان که تموم شد دیگه، بازم تصمیمات خانواده، بریم برای پدر بزرگ و مادر بزرگ تهران. اون دلاخره چند روز طول کشید تا رسیدیم تهران. فکر میکنم بعدش اومدم دبیرستان. اون موقع ما همون میدون چهارراه حسن آباد، پلو یک کوچه بود، حالا اسمش یادم نیست، کوچه مسجد مجد. همون موقع بود که بچه‌هایی که والیبال بازی میکردن یا فوتبال بازی میکردن تو کوچه، من رفته بودم یه نی خریده بودم. یه نی از این نیای فلزی هست، چند تا سوراخ داره و فوت میکنه، صدای در میاد دیگه. من همونجا کنار جوب نشسته بودم، بچه‌ها داشتن والیبال بازی میکردم، اون یه آهنگ روز حال گلپری جون بود، نمیدونم چی بود، اونو همونجا یاد گرفتم که فهمیدم که نه، این نه یه چیزهای دیگه هم میخواد که بشه تمام آهنگا رو زد. فقط بعضی چیزهای خیلی خاص میشد با اون زد. بعد روزا عید، روز خوشیمون بود که عیدی میگرفتیم، پول جمع میشد. اولین پولی که من جمع کردم از عیدی سازدهنی خریدم، از این سازدهنیه که اونم خیلی همین که اداشو در بیاره نمیشد آهنگی زد، که بعدن فهمیدم یه سازدهنیایی اومده که کروماتیک با شست مثلا میتونستیم پردونیم پرده عوض کنیم، که دیگه خیلی خوشحال شده بودم و آهنگای روز و همه رو دیگه با اون میزدن. یه آشنایی داشتم به من گفت که تو یه شاگرد آکوردئون سازدهنی اومده، تو یاد میتونی بدی؟ گفتم من خب این چیزهایی که بلدم میتونم یاد بدم. اولی شغل معلمی با سازدهنی بود، یعنی موزیکم نمیدونستم چیه، فقط همین آهنگا رو میتونستم یاد بدم.